رادیو همراه بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتین در اختیارم. دکتر الکی، من می‌خواستم در مورد رابطه هم ازتون نظرتون رو بپرسم. اول در مورد خودم توضیح میدم، بعد در مورد همسرم، بعدم در مورد رابطه هم بعد سوال هم میپرسم. من 24 سالمه، خواهرم 4 سال از بزرگتره، برادرم هم 3 سال از هم کوچکتر بود و 5 سال پیش توی تصادف فوت کردن. بعد اینکه من از حدود 18 سالگی همیشه دوست داشتم تنها باشم، خیلی نه اینکه ارتباط نداشته باشم، ولی ترجیح میدادم که تنها باشم. و بعد فوت برادرم هم حدود 9 ماه درس خوندم، نزدیک خانوادم بودم، ولی خیلی ارتباط نداشتم باشون. که بعد واسه کنکور واسه رشته فیلمسازی، ولی اون رشته و دانشگاهی که میخواستم قبول نشدم. بعدش هم یه ترم رفتم دانشگاه، دوباره مرخصی گرفتم، یه ترم دیگه هم رفتم، بعدش هم انصراف دادم. الان هم روانشناسی میخونم با هدف نورساینس، یعنی توی حیطه مغز. نه نفهمیدم، شما کجا دارید درس میخونید الان؟ تو ایران. آخه دانشگاه کدوم دانشگاه رفتید شما؟ من دانشکده برای نورساینس فعلا نمیخونم، برای روانشناسی میخونم. نمیدونم آخه دانشکده کجا داشت شما؟ چرا یه چنین رشته، یه رشته بسیار سنگین پرکاری است، آخه شما خیلی علاقه به درس نشون ندادید که دنبال نورساینس هستید. چرا؟ من فکر میکنم خیلی واسم مهمه. شما خیلی مهمی هم، شما 24 سالتون هنوز یه لیسانس ندارید، یه کارشناسی ندارید، یا کارشناسی ارشد ندارید. به خاطر اینکه تغییر رشته دادم هنوز. یعنی نتونست تغییر رشته؟ یعنی چون که تغییر رشته دارید، خب شما یه ترم رفتید دانشگاه تغییر دادید، خب یه ترم رفتید، یه ترم که آدمو 6 سال عقب نمیندازه، میندازه؟ نه، من یه چون که رشته دبیرستانم ریاضی بود، بعد میخواستم واسه کنکور هنر بدم، یه سال اونجا خوندم. یعنی بعد آخر اول ایده اولتون هم عجیب. شما ممکنه من بگید فیلم سازی میخواستید شما در ایران چی بخونید؟ و چقدر ما فیلم ساز در ایران داریم و بازار چه اندازه است براش؟ و فیلم سازی به عنوان چی؟ به عنوان تولید کننده، کارگردان، چی؟ به عنوان کارگردان برای بیشتر مستند، فیلم های مستند. شما با فیلم های مستند میتونستی زندگی کنی؟ از نظر مالی مثلا؟ یه دلیلی هم که تغییر رشته دادم همین بود، چون که فکر میکردم نمیتونستم اساسا، یعنی از لحاظ مالی زندگی کنم، ولی همچنان علاقه دارم که به آره. کدوم دانشگاه دارید میدید که روانشناسی میخونید؟ دانشگاه هم دانشگاه خوبی نیست، ولی چون نمیخواستم دوباره واسه کنکور درس بخونم، این دانشگاه رو رفتم. اوکی. که واسه ارشد بتونم. بسیار خب. خب این که هدف شماست. خب همسرتون چند سالشونه؟ همسرم 33 سالشونه، 9 سال بزرگتر. چه مدتی ازدواج کردید؟ یه سال حدودا. چه مدتی قبل از اون همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟ 2 سال. بری گفت فرزندی که ندارید، درسته؟ بله ندارید. اوکی، همسرتون شغل و کارشون چیه؟ چه خوندن ایشون؟ متخصص اورژانس، پزشکی خوندن، الان هم طرح تخصصشون رو میگذارن آخرش. بسیار خوب. خب حالا چه خبر است در می گفتی درباره رابطه تون میخوایی صحبت کنی، چه خبر است بین شما دو نفر؟ بله، من میخواستم در مورد خانواده من توضیح بدم، نمیدونم نیازایی بفرمایی مگر میخوایی. اینکه من ببخشید انقدر راحتم برشست میزنم، در مورد پدرم میخواستم بگم که قبل اینکه اینو بگم، من توی محیطی بودم که مرد سالار بود، یعنی همیشه حس خوبی نسبت به مردا نداشتم، تجربه تعرض هم داشتم، این احساس خوبم، یعنی در چه سنی تجربه تعرض؟
داشتید؟ 13 سالم بود. یک بار، چند بار، چندین بار؟ یک بار از طرف همسایمون، جوان بود، فرد بزرگ سال بود؟ بزرگ سال بودن. ما با یعنی با بچه هاشون بازی میکردیم اونجا که یعنی خودشون هم اومدن توی بازیمون که بعد اتفاق هم بود. در مورد پدرم هم میخواستم بگم که فکر میکنم که خشمگین و مطمئنم خشمگین و عصبانی هم و وسواس فکری و به یه حدودی هم دو قطبی، چون نشونه‌هاش رو فکر میکنم توی خواهرم و خودم هم میبینم. در مورد مادرم هم فکر میکنم که مهربونم، مهرطلبه، چون واقعا پیش از هستم احساس آرامش میکنم، ولی در کل و اینکه شخصیت وابستن روتین زندگیمون هم خیلی خوب نبوده، یعنی یه هفته دعوا بود از طرف پدرم بیشتر به بهانه‌های مختلف، یه هفته قهر، یعنی هیچ حرفی نمیزدیم، یه هفته هم یعنی آشتی میکردیم اینا، بعدش هم خوب بود، دوباره همین اتفاق میافتاد. در مورد ایشون هم پدر و مادرشون جدا شدن. من در مورد پدرشون خیلی اطلاعات ندارم، ولی فکر میکنم که خشمگین و عصبانی بودن. اما در مادرشون هم دایه حد خودشیفته و خشمگین و عصبانی تلف. همسرتون فرزند چندم هسته؟ یه خواهر بزرگتر داره با یه برادر کوچکتر. از ایشون دومی هستن تو سه تا؟ بله. خب بعد اون زمانی که ما با هم آشنا شدیم حدوداً، یعنی اون زمانی بود که من افسردگی داشتم، هم یعنی حالا به دلایل مختلف احساس خوبی نداشتم اصلا نسبت به دنیا و جهان و خودم همه چی، ولی ایشون یه مدت طولانی بود که افسردگی داشتم، افسردگی میجر دیپرشن داشتم، ولی بعد اینکه قبلش هم، یعنی قبل اینکه با هم آشنا شیم، الکل هم خیلی زیاد مصرف میکردن، سیگار هم میکشیدن، ولی نمیدونم، همین اینکه یعنی چه کارایی رو که خب الان اونا رو بگذارید، از گذشته بگذارید، الان چه چیزی موجب ناراحتی شماست یا موضوع و مسئله هست؟ چیزی که ازتان میکنن اینه که چرا خیلی آگاهی نداشتم و اینکه همیشه تو ذهنم این بود که نمیخوام ازدواج کنم، بعد ازدواج کردم، احساس خوبی ندارم، بعد از طرف ایشونم فکر میکنم که خیلی، یعنی خیلی یه سری از احساسهایی که داره، مثلا خودشون احساس خشم و تنفری که نسبت به مردم داره، به دنیا، به زندگی داره. یعنی بعد این مدت که این در موردش صحبت کردیم خیلی بهتر شدیم، ولی بهتر شدیم چون منم خیلی پتانسیلش رو دارم که ناراحت باشم، ولی باز همچنان هستش. و اینکه الانم که با هم زندگی میکنیم همش درگیری ذهنیش، الان که طرحش فقط بازی کامپیوتری انجام میده، بعد سیگار نمیکشم ولی از سیگار الکترونیکی استفاده میکنم، نیکوتینش من فکر میکنم که بیشتر هم باشه، این که به خودش اهمیت نمیده. و یکی از دلایلی که مهمه واسم این که اصلا کتاب نمیخونه، اصلا هیچ عقیده ای هم نداره که بخونه. خب ایشون مگر نگفتید دارن دوره تخصص رو میگذرونن تو پزشکی؟ مگر معمولا یه همچی دورانی وقتی هم پیدا میکنن اونقدر زیاد؟ خب یه بخش زیاده شعره جان؟ آقا یه آدمی که خب وقت خواهد داره، ولی وقت خواهد، وقتی کسی کار سنگینی میکنه، فشار روش هست، یه مقداری استراحت میخواد که هیچ کاری نکنه. چرا باطل بشینه کتاب بخونه؟ آخه شما این انتظارا رو برای چی ازشون دارید؟
یا آدمی است که آمده تو رشته پزشکی قبول شده، دوران تخصصش رو داره میگذرونه، که بیش از این ازشون چی میخواد شما؟ که شکایتتون تو اون زمینه است؟ یعنی از نظر شما همه یه وقتش رو بازی کامپیوتری انجام بده اشکالی نداره؟ برای که ایشون از یه طرف کارش رو میکنه، از یه طرف دیگه تنها فرصتی که برای آرامشش و کنترل خودش داره اونه. نه حتما این با ایراد داره، ولی کسی نمیتونه بهش بگی که تو به جای بازی کامپیوتری کتاب بخون. برای که ایشون داره کارش رو میکنه، شما میتونید بگید که درگیر فعالیت های دیگه ای مثل اجتماعی باشه، ورزش باشه، موسیقی باشه، اونا رو میتونم بفهمم، ولی اعتراض به شما اینکه کتاب نمیخونه. ببینید عزیز، شما الان هم نیستش، قبلا هم نمیخونه، یعنی فکر نمی کنم هیچ وقت کتاب غیر متفرده. اوکی. حالا شما تو اون مدت شما الان از زندگیتون راضی هستید یا نیستید؟ نه فکر نمی کنم. آکی، به من بگید دو تا سه تا چیزی که سبب میشه شما ناراحت و ناراضی باشید چیه؟ در اون چیزی که مرتبط به خود شماست، یعنی ایشون برای شما وقت نمیگذاره، حوصله شما رو نداره، چیه؟ مشکلتون چیه؟ با خودتون یا با همسرتون؟ فکر میکنم بیشتر مشکلم با خودمه، چون درآمد ندارم، درآمد مالی ندارم، خیلی راحت نیستم. اینکه من نفهمیدم. زمانی آخه... که نه درآمد ندارم. خب مادام که شما کار نمی کنید خب درآمدی هم ندارید، مگه قرار داشته باشید؟ نه، این برمیگرده به اون مسئله که زود ازدواج کردم، خب چرا انگار پشیمونم. نه ببینید عزیز، اینجوری که به دنیا نمیشه نگاه کرد. اینم معنی نداره. اولین حرف این است که شما از زندگی کنونیتون راضید یا ناراضی، و اگر ناراضی در چه زمینه ای ناراضید؟ یه دلیلی که ناراضی هم همینه، به خاطر ویژگی هایی که ایشون دارن. من به خاطر ناآگاهیم بوده، یعنی آگاهی داشتم انگار خیلی بهش توجه نکردم. اون زمانی که با هم ازدواج کردیم، این تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم، گفتم که اینو برطرف میشه، ولی اینکه همینطوری داره ادامه پیدا میکنه. واقعا من چیزی هنوز نشنیدم. چه چیزی عزیزم؟ شما یه آدمی که رفته پزشکی خونده در دوره تخصص بیارونه، دیگه منتسبش به اینکه درس نمیخونه که نمیتونید بکنید. چه چیزی؟ خب توی مسیری هم هست، معلوم الان به اون صورت درآمدی نداره، دانشجو گفته سنشون ذره بالاست، برای من سوال هست، ولی اون ازش بگذریم. بذار ما پیاموار بشنیم برگردیم، شما من بگید دو سه تا چیزی که شما به خاطر اون ناراحت و ناراضی هستید چیه؟ حالا مورد خودتون، این که من از خودم ناراحتم که چرا چنین و چنان کردم، اونایی که گذشته. ما که نمیتونیم به نهار دیروز زمون یه لیوان آبم اضافه کنیم. خب آب خوردیم، خوردیم، نخوردیم، تموم شد رفت. گذشته رو ولش کنیم، به من بگید الان چه چیزی شما رو ناراحت و ناراضی میکنه، و یا پرسش های دیگه که من دارم. دکتر هلاکی، به خاطر ویژگی های ایشون فکر میکنم الان احساس خوبی ندارم. خب چه ویژگی های؟ غیر از بازی من چیزی نشنیدم. همین که احساس خوبی نسبت به حالت طلبکاری و احساس خوبی نسبت به جامعه مردم نداره، یا اینکه با هم صحبت میکنیم مشکل محور بیشتر صحبت میکنه، من بیشتر راه حل محور، یعنی ترجیح میدم یه چیزی رو درست کنم تا در مورد مشکل صحبت کنم. و همین اینکه به سلامتیش اهمیت نمیده، فکر میکنم خیلی، یعنی چی به سلامتیش کنه اهمیت نمیده؟ همین که سیگار استفاده میکنه، یا اینکه ورزش نمیکنم، همین ارتباط خیلی برقرار نمیکنن. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ فکر میکنم بعد از طرف من بیشتر، به خاطر اینکه احساس خوبی که ندارم نمیتونم رابطه برقرار. آیا شما وقتی ازدواج کردید فکر کنید ایشون رو دوست داشتی؟ بله، ولی به خاطر یه سری از ویژگی خودم که رفتارم برمیگرده، یه زمانی فکر میکردم دارم، یه زمانی فکر میکردم ندارم.
الانم 8 ولی کمتره. یعنی یه زمانی فکر میکنم خیلی احساس خوبی دارم، احساس خوبی نسبت به زندگیمون دارم، یه زمانی فکر میکنم ندارم. خب حالا چرا فکر میکنی شاید اینا زمین های دو قطبی بودن شماست که پایین و بالا میرید؟ چرا این ارتباط بدید؟ چرا فکر میکنم هستش، ولی فکر میکنم که توی رابطه بودنم اینو تشدیدش میکنه. میتونم بهونه پیدا کنم برای اینکه خوب و بد باشم، ولی اگه تنها باشم خیلی راحت هم میتونم تصمیم بگیرم. اون موقع هم فقط خودم هم آخه این که معنی نداره ازم. خب معلومه من اگر قرار باشه که با یک کسی تنیس بازی نکنم، فقط خودم هم نشستم تو خونه دوام ندارم. وقتی باز آخه شما هستم یه چیزای عجیب و غریبی میگید. اون معلوم هر کسی که هم خودم اذیت میشم هم ایشون اذیت میشه، شاید به دلایل خیلی. حالا حالا یه سوال، آیا ایشون از ازدواج با شما ناراحت و ناراضیه؟ نه. بچه میگید شما؟ شما الان گفتید من ایشون رو اذیت کنم، ایشون که معتقد اذیت نمیشه. ایشون یه جورایی پذیرفته منو، یعنی من در مورد این مشکلم هم صحبت کردم، ولی یعنی با این تفکر که قرار نیست کامل باشیم و ایراد داریم، حالا با هم حلش میکنیم. خب وقت به من بگید که ایشون فکر با این هنوز شما رو دوست داره؟ بله. خب من بگم دو تا چیزی که در ایشون دوست داری چه هست؟ به من چی میگه؟ ایشون در مورد من؟ میگم دو تا چیزی که تو این خانم هست چیه؟ همین که فکر میکنم تفکری که دارم در مورد مسائل مختلف داریم با هم دیگه، یعنی مشترک تقریبا، و این که مهربونی. شاید شما الان رابطه جنسیتون ظرف 3 ماه گذشته در ماه یا هفته چقدر بوده؟ شاید 1 بار در هفته. خب وقت من واقعیتش بعضی وقت خودم تمایل دارم، ولی به خاطر احساس خوبی که ندارم نمیخوام رابطه برقرار کنم. آیا هیچ وقت شده که اشکال دعواتون اینقدر بالا بگیره که حرف از جدایی بزنید؟ نه، من همیشه خودم در موردش فکر میکردم، در موردش هیچ وقت صحبت نکردم. حال خودتون چقدر جدی هستید درباره این موضوع؟ و فکر کنید با جدا شدن چه فایده و سودی برای شما داره؟ اینکه راحت تر میتونم تمرکز کنم روی کاری که میخوام انجام بدم و کاری که دوست دارم انجام بدم. چه کاری رو؟ همین درس خوندن و رشته تحقیقی. یعنی بخوام تو کار پیته درس. ایشون چه مانعی هست برای درس خوندن و کار کردن شما؟ ایشون قرار کار به درآمد خودم. من که نمیتونم برگردم بگم من تفکرم، نه تفکرم اینه که اون آدم میخواد من بمیرم، حالا من ناراحتم از اینکه او میخواد من بمیرم، ولی اینا تفکرات من. مثلا نمیفهمم یعنی چی. شما دلیل این که میخواید از این ازدواج بتونید که وقت نمیکنید درس بخونید؟ شما شوخی دارید با من؟ نه، وقت میکنم درس بخونم، انگار که یه مسئله یه میخوام حلش کنم. کدوم مسئله؟ توی جان خودم اذیت میکنم، چون که کدوم مسئله رو میخواد حلش کنم؟ چون که خیلی دوست دارم مطالعه کنم و جدی درس بخونم، این دوست دارم تمام وقتم واسه درس خوندن بذارم. از نظر خودم انگار یه مسئله ای که میخوام حلش کنم، چون یه کاری رو که دوست دارم میخوام انجام بدم انجامش نمیدم. به این بحث من اصلا نمیفهمم اینطور عزیز. اولا شما اصلا نشون نمیدید علاقه به درس خوندن دارید. شما روزی 12 ساعت 14 ساعت درس خوندید تا با مثلا برای 6 ماه؟ نه نخوندم، ولی میگم انگار خیلی دوست دارم این کار انجام بدم، انگار میخوام خودم رو اذیت کنم، یعنی که غذای ناسالم میخورم، یعنی کارایی رو دارم میکنم که اصلا تو تفکرم نیست. قبلا همه اینا بودش، الان انگار یه طور میخوام اذیت کنم خودم رو. پس این چه ارتباطی به ازدواج داره؟ شما هم باید خودتون رو اذیت کنید، اون آدم نقشی نداره. همسرتون که
دلیلش اینه که میخواستم تنها باشم، یعنی همیشه هیچ وقت دوست نداشتم ازدواج کنم، میخواستم تنها باشم. حالا اگر شما تنها باشید زندگی مالی اقتصادیتون چگونه میگذره؟ از طرف پدر مادرم فعلا. آیا پدر مادر شما خوشحالن که دخترشون بعد از حدود یکی دو سال طلاق بگیره بیاد خونه؟ خوشحال که نیستن، ولی کسیه که بعد یعنی چی؟ شما میدید تو خونه همه چیز عادیه؟ شما که از اون خونه راحت و راضی نبودید، حالا که دیگه خیلی هم دارید، بعد بخواید ازدواج کنید یا نکنید، پدر مادرتون میگه من از این مرد جدا شدم خوب نبود قبول، حالا اومدید نشستید میخواید بعدن بگید من ازدواج دیگه نمی کنم چون میخوام تنها باشم و توجه و تمرکزم رو درس باشم. چون که من شما به من بگید که خلاصه صمیمانه صادقانه پدر مادرتون چی میخواید بگید؟ میگید من میخوام جدا بشم چون این ازدواج خوبی نیست، ولی میخوام بیام چون میخوام تنها باشم، ولی توجه و تمرکزم رو درس بذارم. شما فکر کنید هیچ کسی هم که حرف شما رو اصلا قبول میکنه یا فکر کنید راست میگید؟ خب کاری که واقعا دوست دارم انجام بدم، توجیه دیگه نمیتونم پیدا کنم، حداقل واسه تا زمانی که دوباره تفکرم عوض شد در مورد مسائل. اصلا باورم نمیشه شما یه کسی که درس نخونده بگه من میخوام حالا از این بعد جدا بشم برای که درس بخونم. شما میخواید روزی 12 ساعت درس بخونید، کتاب بخونید؟ آره. اوکی، به شما مگر همچی برنامه ای دارید و این برنامه فقط در جدایی انتخاب شماست، خب وقت چه مانعی سر راه این انتخاب شما قرار داره؟ پدر مادرتون که گفتید مثل که هیچی نمیگن، میگن خب برگرد. شما پس چرا مرددید؟ چون که نمیدونم تصمیم درسته یا نه. حتما تصمیم غلطه بی خود بی من، حتما تصمیم غلطه بی خود بی من نیست، یعنی اینا دلیل برای جدایی نیست که میخوام جدا باشم که بتونم تنها باشم که درس بخونم. نه فقط به این دلیل نیستش، میگم اگه یه سری ویژگی هایی که ایشون داشتن نداشتن، یعنی میتونستم خیلی راحت تر با هم ارتباط برقرار کنیم، من خیلی راحت تر بودم. برحال انتخاب شماست عزیز، هر جور که دوست داری، برحال زندگی شماست. من در مورد ویژگی های ایشون فکر میکنید که ممکن در این تغییر کنم؟ مثلا چیزی نشنیدم اون گونه که شما میگید که من خیلی ایشون رو نفهمیدم. همین که به سلامتشون اهمیت نمیدن، این که خیلی ارتباط برقرار نمیکنن. نمیدونم این که به همین سادگی، من نمیدونم از کجا میاد. ایشون به سلامتشون طرف دیگه هم که منصرفم میکنه اینه که بتونیم با هم دیگه حلشون کنیم و یه زندگی خوبی داشته باشیم. به هر حال اگر شما در مورد خودتون و ازدواجتون و رابطه با همسرتون اینگونه که بیان میکنید نمیدونید، یا حالا به یک اعتبار گم و گیجید، یه غریبه از بیرون با توجه به این حرفا که یک صدم شما هم اطلاعات لازم رو نداره که بتونه نظر بده، بنابراین ما میتونیم تو ازدواج عجله کنیم و اشتباه کنیم، ولی تو جدایی و طلاق که قرار نیست عجله کنیم. بعد تنها کاری که میکنید فرزند نیارید که مسئله و مشکل بشه، یه کمی صبر کنید ببینید با گذشت زمان چی میشه، یا نیتی که میگید دارم که شاید بتونیم مسائل و مشکلات رو حل کنیم، خب برید اون مسائل و مشکلات رو ببینید میتونید حل کنید یا نه. حالا یه سوال، اقلا اینو کوشش کنید در حدی که میدونید من جواب بدید. اگر همسرتون این حرفای من شما رو میشنید تو 2-3 دقیقه من چی میگم؟ میگفت همسرم به من میگفت که حتی خودش هم نمیدونه داره چی میگه؟ نمیدونم واقعا، فکر کنم خودم هم نمیدونم دارم چی میگم. رایت، خب اونم همین میگه، برای که شما بیش از همه چیز گم و گیجید عزیز، یه دنیای خیالی با یه باورهای عجق و جق برای خودتون درست کرد. بنابراین یک توصیه من این است که صبر کنید برای جدایی، دو توصیه من این است که یه خانم روانشناس خوب آگاه پیدا کنید که بتونه با بازی‌های شما
به درستی کنار بیاد و کمکتون کنه برای که بتونید به نظر من چشمی رو که بستید و چراغی رو خاموش کردید هم چشمتون رو باز کنید هم چراغ رو روشن کنید، خودتون بتونید خودتون همسرتون رابطتون رو بیشتر و بهتر ببینید و اون وقت تصمیم بگیرید که میخواید بمونید و برید. تنها در این فاصله بچه دار نشید و کار روانشناسی رو یا روان درمانیتون رو حداقل 6 ماه 9 ماه ادامه بدید ببینید به کجا میرسید. برای مواظب خودتون باشید عزیز. شد میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟ بفرمایید. من کلا نظرم در مورد خودم همینه، من به خدا باور ندارم، واقعیتش اینه که هستم توی این دنیا خوشحالم، یه مدت نبودم از بودنم ولی الان خوشحالم که هستم، این فکر میکنم قدر زندگیم میدونم، ولی یعنی بعضی وقتا که واقعا میخوام تنها باشم دلیلش اینه که واسم جذابه که در مورد علمای مختلف بدونم و ارتباطشون رو با هم پیدا کنم، این تنهایی من فقط به این دلیله که نه از این که از طرف جامعه ریوارد بگیرم اینطوری نیست، واقعا خودم چون خیلی احساس خوبی میده به خودم. من نفهمیدم علمای مختلف بدونم ارتباطشون رو بفهمم یعنی چی؟ یعنی که دوستام همه یه وقت زندگیمو بذارم روی خوندن علمای مختلف، مثلا یعنی آخه ریاضی فیزیک تا جایی که میتونم، یعنی تمام وقتم. آخه مگر میشه ریاضی فیزیک همینجوری خوند؟ آخه کتاب ریاضی مثلثات رو یا جبر رو یا هندسه رو یا ترسیم رقمی رو بردارید همینجوری بخونید مگر یه چیزی؟ نمیدونم تا حدی که میتونم اینا رو متوجهشم ارتباطشون بدم. چه ارتباطی بین جبر و مثلثات و روانشناسیه؟ نه فقط اینا، یعنی همه علما، چون که یه نظری که دارم فکر کنم که همه علما با هم که اگه بخوان یه چیزی به وجود بیارن، یه آگاهی که در مورد جهان داریم و متوجه میشیم. نه حالا دیگه معلومه بهتره بری آخر شبی بخوابی عزیزم. 200 رشته تخصصی تفکیک شده یه علمیست که برخی از اینا خودشون 5 دکترا دارن، شما میخواید تمام این 200 رشته علمی رو بخونید تا ارتباطاتتون رو بده؟ به شوخی داری؟ چی بخونید؟ جبر و مثلثات رو میشه خوند، ما صفحه اول دوم میمونید، خوندنی نیستن اینا. نه مثل اینکه آدم بگه من میخونم چجوری باید پیانو زن، خون که پیانیست نمیشه. چون برای مواظب خودتون باشید لطفا اون توصیح